سه روز پس از حمله مسلحانه در شهر سوسه تونس، بسیاری از مردم در خیابان‌های پایتخت این کشور سوالات زیادی درباره چرایی و چگونگی این حمله دارند. در این رابطه خبرنگار ما به محله ملاسین تونس، یکی از فقیرترین محله‌های پایتخت، رفته تا درباره حمله اخیر در سوسه گفتگو کند. امام یکی از مساجد در این محله میگوید امروز در تونس ما حق تحصیلات مذهبی را اندک اندک از دست می‌دهیم، خصوصا پس از اینکه دولت بورگیبا مدرسه مهم مذهبی زیتونا را نابود کرد. این مدرسه‌ای بود که بسیاری از شیخ‌های بزرگ تونس در آن تدریس می‌کردند. اما ساکنان این محله فقیرنشین ملاسین دلیل افراط‌گرایی جوانان را فقر می‌دانند. محمد علی یکی از آنهاست و میگوید دلیل اصلی فقر است. دلیل دوم آن این که اکثر تروریست‌ها مجرمان دیروز بودند و در زندان‌ها به افراط روی می‌آورند. ما به راحتی بسیاری را به زندان می‌اندازیم، آنها را شکنجه می‌دهیم. به این ترتیب آنهایی که بیرون می‌آیند افراط‌گرا می‌شوند. آنها از زندان بیرون می‌آیند و تحت تأثیر گروه‌های افراط‌گرای اسلامی وارد این گروه‌ها شده، شستشوی مغزی می‌شوند و به نام خدا به نوعی انتقامشان را از دولت‌ها می‌گیرند. تعداد تونسی‌های ملحق شده به گروه داعش در ماه‌های اخیر به 3000 نفر رسیده. گفته می‌شود بیشترین اعضای خارجی داعش را تونسی‌ها تشکیل می‌دهند. خبرنگار ما از تونس می‌گوید دلایل فراوان و پیچیده‌ای برای الحاق جوانان به گروه‌های تروریستی وجود دارد. به نظر نمی‌رسد تمهیدات امنیتی بهترین راه حل باشد و شاید آموزش و پرورش کودکان راه بهتر و مفیدتری است. ایضاً بالفکر التنویری، محمد شیخ ابراهیم، یورو نیوز، تونس.